با درود به روان پاک دو بر مرد تاریخ ایران و جهان، اعلیحضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. اگر از ما آواره شده های خارج از کشور، اگر از انسان هایی که در طول این 45 سال ثانیه شماری کردند که این فرقه تبهکار سرانجام کی به لجندان تاریخ خواهد رفت و از ما بپرسن در طول تمام این سالهای انتظار، این سالهای سیاه، کدام لحظات تلخترین لحظات بوده، کدام لحظات لحظات شیرینی بوده، کدام لحظات لحظاتی بوده که ما ناامید شدیم بعد امیدوار شدیم و از یک چنین سوالاتی. اما در پی تمام این پرسش ها، اگر شخصی روزی روزگاری از من بپرسه که یکی از مهمترین لحظاتی که پادشاه کنونی ایران فرمایشاتی رو کردن که هم به خودت مغرور شدی، هم از شوق بغض کردی، هم داد زدی، هم یک حال منقلبی به دست داد، من میگم دیروز که اعلیحضرت در این کنفرانسی که در واشنگتن دی سی بود و فرمایشات ایشون که نمیدونم راجع به ابعاد این فرمایشات، راجع به ابعاد این 22 دقیقه صحبت های ایشون، واقعا نمیدونم چی بگم که خیلی برام مشکله بخوام این احساسمو، که میدونم بچه هایی که مبارزید، فعال سیاسی هستید، بچه هایی که هوش و حواس دارید، باهوشید، نه یه عده‌ای که همچنان تو این دنیای مجازی و دنبال کار خودشون و فحاشی و انسان هایی که عقل تو سرتون هنوز باقی مونده، هنوز شعورتون، عقلتون، شخصیتتون و اون مرامتون، منشتون، انسانیتتون هنوز در چارچوب خودش حفظ شده. همه ما ضرباتی خوردیم بیشک، از اون جاده اصلی زندگیمون همه بیرون اومدیم، هیچ کس جای خودش نیست، هیچ کس در جایگاه خودش نیست و ضربات شدید روحی و روانی خوردیم، ضرباتی که در بعضی نقاطش، بعضی جهاتش جبران ناپذیره، به هیچ طریقی نمیشه جبرانش کرد، باید فقط سعی کنیم که مرهمی بر روی اون زخم رو بگذاریم. چه زندگی هایی که داغون شد، چه امیدهایی که به ناامیدی رسید، چه آرزوهایی که همش سراب شد و چه فکر میکردیم برای خودمون در دوران خدایگان آریامهر بزرگ و به کجا رسیدیم. یک مسیر بسیار پرخطر، یک مسیر پر از فراز و نشیب، یک مسیری که در این مسیری که اومدیم خیلی چیزهای غم‌انگیزی دیدیم، رفقامون اعدام شدن، خانواده ها از هم پاشیدن، چه بلاها بر سر یک جامعه‌ای که میرفت به سمت پیشرفت، به سمت ترقی، به سمت تمدن بزرگ واقعا، و به سمت و سویی که امروز ایران شاهنشاهی ما باید در تمام زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی،
آنقدر پیشرفت در این مملکت زیاد میشد که ما در جایگاه امروز قرار داشتیم که بیشک و تردید خیلی خیلی بالاتر از آلمان، فرانسه و انگلیس قرار داشتیم و ما میتونیم با قدرت، من میتونم بگم ایران بعد از امریکا، احتمالا بعد از ژاپن، ما الان سومین قدرت اقتصادی جهان بودیم و از نظر سیاسی ما یک قدرت بسیار بسیار محکمی در دنیا بودیم، جز 4-5 قدرت سیاسی جهان بودیم، تعیین تکلیف میکردیم تو دنیا، اصلا شکل دنیا این نمیشد، این اتفاقات در یوگسلاوی پیش نمی اومد، با فروپاشی دیوار برلین و سقوط کمونیست سرزمین های از دست رفته باز پس گرفته می شد، اصلا ژئوپلیتیک جهان عوض می شد، نقشه جغرافی های منطقه و جهان عوض می شد، هواپیمایی در دنیا با موشک های سپاه سقوط نمی کرد، به مراکز یهودیان حمله نمی شد، این کشتار وحشیانه در خاورمیانه به وجود نمی اومد، حزب الله و حماس و جهاد اسلامی متولد نمی شد، زنده یاد سادات به اون شکل فجیع به قتل نمی رسید توسط مسلمانان افراطی، خالد اسلامبولی، ترورهای وحشتناک در اروپا، باز شدن درهای چین و سرازیر شدن بنجولهای چینی به تمام کشورهای جهان، تکه پاره شدن منطقه بالکان، یوگسلاوی، اتفاقاتی که در بالتیک افتاد در شمال روسیه در منطقه فنلاند و تولد کشورهای بی‌هویت در جهان، پخش مسلمانان در سراسر اروپا که هر کدومشون یک بمب انتحاری هم، حملات وحشتناکی که توسط امریکا و ناتو به خاورمیانه شد، کشتارهای بسیار بسیار وحشتناک در افغانستان و به ویژه این بانوان و کودکان نگونبخت افغانی، کشتار وحشتناک در عراق، نابود شدن سوریه، از بین رفتن یمن و تمام این چیزهایی که به هر جایی سرک میکشیم میبینیم جز خون و جهل و جنون و جنایت و اعدام و ترور و اسید پاشی و شلاق زنی، یعنی بربریت کامل. ما یک دوره بربریسم رو در دنیا داریم تجربه میکنیم و میبینیم، تجربه که کرده بودیم پدران ما، ولی داریم به چشم میبینیم، به عینیت داریم میبینیم. تولد اردوغان در ترکیه و آزمایش بمب اتم در پاکستان و هندوستان، افزایش بیرویه جمعیت در هند و چین، فقر گسترده در خاورمیانه ثروتمند، نابودی منابع طبیعی زیرزمینی این کشورها، این گرمای بسیار بسیار وحشتناک و غیر طبیعی، یا آب شدن یخها، تمام اینها زیر عمامه خمینی بود، آن بیمار روانی، آن بزرگ لوادکاران و حمایت غرب از اسلام. دیروز شاهنشاه ایران زمین، پادشاه قانونی کشورمان، کاری کردن کارستان. من به همه شما میهن پرستان، به همه شما عاشقان ایران آریایی، به همه شما ایرانیان شریفی که در طول این سالها خودتون رو به پول نفروختید، ایستادید، سینه سپر کردید، در سرما و گرما در داخل و خارج از کشور فریاد زدید، کینگ رضا پهلوی، شاه رضا پهلوی، اثر مواضع خودتون عقب نشینی نکردید، فریادهای جاوید شاه رو سر دادید، بدترین اتهامات رو شنیدید و میشنوید، بدترین تهمت ها، بدترین فحاشی ها، ترورهای شخصی، ترورهای فیزیکی، ولی ایستادید و وسط راه رفیق نارفیق نشدید و مردانه و زنانه و قهرمانانه ایستادید و همتون تبریک میگم، ما پیروز شدیم. به ملت بزرگ ایرانم تبریک میگم که در طول این 45 سال تنها ملتی که در جهان از روز نخست گفت ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم و اینو در درون خانه ها گفت و بعد اینا این پچ پچ ها به خیابان ها رسید، به کوچه پس کوچه ها رسید، به توی داخل صف های طویل بنزین و نان و
چه و چه رسید و سرانجام این بغض ترکید و ملتی در خیابان‌های اون مملکت، در سراسر ایران، در تمام استان‌های مملکت فریاد زد چه اشتباه کردیم، که انقلاب کردیم، کشور رو دو دستی تقدیم دزدا کردیم. رضا شاه روحت شاد، شاهنشاه روحت شاد، پهلوی کجایی به داد ما بیاری؟ ایران که شاه نداره حساب و کتاب نداره، اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، رو به ایران پشت به دشمن. و سرانجام جهان فهمید در یک قماری که بر علیه ملت ایران، بر علیه تمدن، بر علیه بشریت، بر علیه دموکراسی، بر علیه تمام اون ضوابط، تمام اون ارزش‌هایی که بشریت در طول چند میلیارد سال واقعا براش جنگیده و از انسان‌های نخستین تا الان که تمام نبرد در سر بقای انسان، در سر کسب و آزادی بوده که انسان هر جا که دلش میخواد زندگی بکنه، هر طوری که دلش میخواد در چارچوب قوانین انسانی زندگی بکنه. و غرب متاسفانه در برابر حکومتی اومد ایستاد و پشت به حکومتی کرد که هدفش جز صلح، ثبات و جز آرامش برای ملتش و منطقه و جهان هیچ هدف دیگری نداشت. حق به حقدار رسید و همیشه خدمتتون عرض کردم که خدا یار عاشقان است. سرانجام اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم آب پاکی رو به روی دست تمام مسروق چیهای قلابی، تمام این اراذل اوباشی که در طول این سالها میگن و هنوزم مصرانه میگن پرچم نیارید، سرود شاهنشاهی نخونید، رضا شاه روحت شاد نگید، جاوید شاه نگید، عکس اعلیحضرت رو نیارید. و این تو دهنی محکمی بود به همه این مزدورانی که در سراسر اروپا و امریکا تعدادشون کمه، اما به دلیل داشتن امکانات مالی که از طریق سفارت جمهوری اشغالگر اسلامی و سایر منابع مالی مثل حزب دموکرات امریکا، چپ اسرائیل، چپ جهان، طویلهی به نام خانه شماره 10 در لندن، برلین، پاریس، مسکو، پکن، ریاض و سایر پایتخت هایی که همه کمر قتل ملت ایران رو بستن، همشون حقوق میگیرن، همه اینها مزدورن، تمام سازمان ها، تمام این ارگان ها، تمام این به قول خوشان احزاب، همشون اینا مزدورن. و امروز یک بار دیگه به شما ثابت شد که در طول این 6 سال که خدمتتون عرض کردم وارد بازی های اعلیحضرت نشوید. ایشان میدانن که چه میگوین، میدانن بازی رو به کجا دارن میبرن، میدانن که ما چه میگوییم، آنها چه میگوین. اعلیحضرت همه رو میشناسن، اعلیحضرت میدونن این انقلاب باید به کجا بره، به چه مسیری بره. ایشان در زندان بزرگی هستن، خودشون فرمودن، خط بطران کشیدن بر زن، زندگی، آزادی، تو دهان کسانی زدن که آمدن و گفتن اگر شاهزاده بگوید مرگ بر سه فاسد، ملا چپی، مجاهد مورد تایید منه، از کنار دوربین میرم. شرف نداری شالاتان اعظم اگر دیگه جلو دوربین بیای، چون این تو دهنی که تو خوردی و امثال تو نشون داد که اعلیحضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم شاهنشاه ایران از هر سلطنت طلبی سلطنت تر هستند، از هر میهن پرستی میهن پرستر هستند، از هر مشروطه خواهی مشروطه خواهتر هستند. و ایشان ثابت کردند که به راستی هر آنچه که ما میهن پرستان در طول این 45 سال اسارت و اشغال به هم میهنانمون گفتیم بیهوده نگفتیم. اعلیحضرت شاهنشاه ایران هستند و اگر از امروز هر ایرانی بجز شاهنشاه ایران، بجز اعلیحضرت، بجز پادشاه ایران لقب دیگری به ایشون بگن، به طور دیگری ایشون رو خطاب بکنن، بدون تعارف بهتون بگم من با هیچ کس تعارف ندارم، خیانت کردی به شاه، به ملت و به کشورتون. ایشون شاهنشاه ایران هستن و برای نخستین بار رسما به عنوان شاهنشاه ایران در برابر جهانیان به عنوان نماینده ملت ایران حرف ملت رو زدن و از پدر، از خدایگان آریامهر بزرگ، ابرمرد بی بدیل تاریخ بشریت، با قدرت و با صراحت و به درستی حمایت کردن و اعلیحضرت کاری کردن کارستان. اعلیحضرت سپاسگزاریم. من فرمایشات شما رو در 4 قسمت تقسیم کردم.
در 4 بخش و قرار بود که ترجمه فارسیش درست بشه. متاسفانه کمی اشکالات فنی پیش اومد. من از سرکار بانو پرستو اصلانی خواهش کردم ایشون فرمایشات اعلیحضرت رو به فارسی برگردونن، یعنی صحبت کنن روشون با کمک برادر عزیزشون آقای پیمان عزیز، که البته متاسفانه اشتباه از طرف من بود، خیلی دیر بهشون گفتم، زمان بسیار بسیار کوتاه بود، ولی با همه این شرایط تقریبا دیگه کار به اتمام رسیده بود، منتها دیگه خیلی دیر بود و فرصتی نبود من بفرستم برای جناب مهندس سیاوش گرامی، که البته کار تموم شده و حتما حتما استفاده خواهد شد، به خاطر که همیانان بتونن خیلی بهتر عرض کنم فرمایشاتشون رو ترجمه فارسی گوش کنن. به این خاطر ما فعلا با زیرنویس فارسی که هست و کار رو آغاز میکنیم در 4 قسمت. از همیانان عزیزم خواهش میکنم لطف محبت بفرمایید و زنگ بزنید، ایران آریایی رو مثل همیشه نگه دارید. دیدید که بهتون گفتم تنها سنگر باقی مانده است، دیدید الکی نگفتم. درود به شرفتون، درود به شرف آقای آریان وطنخواه که همه زندگیشو کوچیک کرد اما خودشو کوچیک نکرد، از کنار خیلی چیزا گذشت اما هیچ وقت آلوده هیچی نشد. خیلی کسا خواستن بخرنش اما نشون داد مرد با شرف ایرانی آریایی اصیل یعنی این، و خودشو نفروخت و به همه ثابت کرد این مرد شریف که چقدر بر جایگاه حق و درستی نشسته، در یک جای درستی ایستاده که اون طویله جمهوری اشغالگر اسلامی که آوردم بهتون نشون دادم اسم تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی، مجبور شدن که ایشون رو نشون بدن که یک مرد شریف ایرانی از خطه کاشان در لس آنجلس نشسته و خودشو نفروخته، سینه سپر کرده و میگه هر کس که بره رای بده از 4 پام 4 پای تره، خائنه، بی شرمه، بی شرفه، بی ناموسه، و درست گفت و درست میگوید. و آفرین به جمهوری اشغالگر اسلامی که برای ما تبلیغ بزرگی کردن و برای نخستین بار پرچم مقدس سرنگ شیر و خورشید نشان ایران رو با لوحه کوروش بزرگ رو با سیمای زیبای آقای وطنخواه رو پخش کردن، که این افتخار بزرگی است برای همسنگران ایشون در ایران آریایی. درود بر همه ما که ایستادیم به جمهوری اشغالگر اسلامی نگفتیم، ایستادیم و با هیچ امکاناتی یعنی امکاناتی که شما ملت برای ما دارید درست میکنید. این آقای سیاوش شاهد زنده که با چه مکافاتی ما رو به شما وصل میکنه، با نخ و سوزن ما رو به شما وصل میکنه. بانو مهناز که زحمت میکشن در این اتاق کوچکی که به اسم استودیو ایران آریایی که روزی فیلم برداری خواهد شد و به ملت ایران نشون میدیم که در چند متر جا آقای سیاوش، مهندس سیاوش عزیز، کاری کرد کارستان که 10 تا بمب اتمی همچین کاری نمیتونست بکنه، و ایستادیم و به جمهوری اشغالگر اسلامی نگفتیم. این پیروزی بزرگ رو به ملت بزرگ ایران تبریک میگم. یه چیزی در درون من میگه، هیچ وقت احساس من به من دروغ نمیگه، یک حسی در درون من به من میگه امسال سال پیروزی ما ایرانیانه. اون هلیکوپتر اون قاتل رو که کوبیدنش زمین، یکی دوتا از این مزدورا که امسال به درک استر و سافرین رفتن، فرمایشات اعلی حضرت و توییتی که آقای نتانیاهو زده و بازگشت یک مرد شریفی به اسم ترامپ، که هر ایرانی با شرفی باید به این مرد، ایرانیانی که میتونن رای بدن در امریکا، به این مرد رای بدید، به این مرد میهن پرستی که اومد و سینه سپر کرد در برابر گلوبالیستای جهان، و ایرانیان شریفی که در اسرائیل هستید، شرافتمندانه پشت آقای نتانیاهو بایستید، او هم مرد میهن پرستی است. طبیعیه هر سیاستمداری اشتباهاتی داره، اما حداقل این دو مرد بزرگ و شریف میهن پرست هستند و فهمیدن که شاهنشاه ایران شخص میهن پرستی بوده، هدفش فقط صلح و امنیت در جهان بوده
ما نه دشمن امریکا بودیم، نه دشمن اسرائیل بودیم، نه دشمن اروپا بودیم، نه دشمن چین و شوروی بودیم، نه دشمن هند و پاکستان و ژاپن بودیم، نه دشمن آفریقا بودیم. ما به خدا دشمن هیچ کس نبودیم، دشمن هیچ قوم و قبیله و دین و مذهبی نبودیم. ما فقط میگفتیم که همه در این کره زمین سهیمن، همه باید بخورن، همه باید بپوشن. و خدایگان فرمودن مسکن برای همه، پوشاک برای همه، آموزش برای همه، خورد و خوراک برای همه، آب آشامیدنی برای همه، بهداشت برای همه، برای همه، همه چی برای همه باشه. ما انسانیم، ما ملتی هستیم که شعرامون، اندیشمندانمون، بزرگانمون همیشه از انسانیت گفتن، همیشه از عشق و محبت گفتن. اما جیمی کارتر، چپ اروپا و به ویژه دولت جنایتکار انگلیس یک بیمار روانی رو در نقشه شومی که در جزیره لعنتی گوادالوپ کشیدن به ایران آوردن و این آخوند بیشرف، جنایتکار، بیسواد، روزخان بسیار عقده‌ای رو به ملت ایران تحمیل کردن به عنوان امام 13 شیعیان و او بنیانگذار تروریست اسلامی شد و آبروی ملت با آبروی ایران رو، آبروی ملت بزرگ ایران رو، آبروی ملتی که به عظمت تاریخ، این ملت ریشه در دل تاریخ داره، آبروی کشوری رو بردن که روزگاری برای جهان آبرو خرید با کوروش بزرگ و با سایر بزرگانش. بریم به اولین قسمت فرمایش اعلیحضرت گوش کنیم. منم یه چیزایی یادداشت کردم به عقل خودم تا عرض کنم خدمتتون. بیایم بر روی این صحبت‌ها، فرمایشات اعلیحضرت با هم گفتگو کنیم. خواهش میکنم آقای مهندس لطف محبت بفرمایید شماره 1 و بچه‌ها دستتون هم درد نکنه زنگ بزنید، ممنونتون. Ladies and gentlemen, good morning. Western civilization and the United States in particular is at risk. I say this because this is exactly what happened to my country 45 years ago. Iran, you might say, was the testing grounds for what my late father called the unholy alliance of the red and the black, radical Marxism and radical Islamism. These two ideologies converged not to create, but to destroy. Indeed, to destroy the very notion of Iran. As the Ayatollah Khomeini himself, upon his return to Iran, said, "Patriots are of no use to us. We need Muslims. Islam is opposed to nationalism because nationalism means we want the nation, nationhood, and not Islam." He quickly put his ideology into action. Our National Consultative Assembly became the Islamic Consultative Assembly. Our conventional national army was shunned in favor of the Islamic Revolutionary Guard Corps. The lion and sun symbol, which adorned our national flag for centuries, was replaced with Allahu Akbar. This united front of Marxists and Islamists took hold of my homeland, but was never satisfied with just taking over Iran, as these two ideologies do not believe in the concept, much less the border of a nation. Indeed, the Islamic Republic in Iran does not view itself as defending or limited to the borders of the millat, or the Iranian nation, but rather the ummat, or the Islamic Brotherhood. This expansion has gone far beyond the Middle East. Every day, we see graphic, distressing images of the consequences this regime's expansion has brought all the way to Europe and the West. From looting universities that were once the envy of the world, to supporting terrorist cells taking hold in Europe, to attempting to annihilate Israel, to expanding its criminal footprint to Latin America. This is not an accident. This is the Islamic Republic's political strategy. I invite you to read yesterday's statement and grave warning from the Director of National Intelligence on this matter. Sadly,
This has all too often been ignored by many in the mainstream media and the fellow travelers who have come to dominate the commentariat class. Even this week, we are seeing this fifth column of the Islamic regime rear its ugly head in the media to try to convince you that the Islamic Republic's new president is a reformist. He is no such thing. He is nothing but a loyalist and lackey of this regime, and a proponent of its radical imperialist ideology. As he publicly wrote to the Hezbollah Secretary General, reiterating the regime's commitment to its proxies and their terror just this week. Indeed, the rise of radical Islam around the world can be traced directly back to the success of the Islamic Revolution in Iran and the establishment of this usurping anti-Iranian regime, backed by a minority and sustained through oppression and violence. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. خب علازاد، در این قسمت اولی که همه با هم گوش کردیم، البته من اول شما مطلبی رو بگم، مسائلی که عرض میکنم نظرات شخصی ها، امکان داره شما دید دیگری داشته باشید، من دارم از دیدگاه خودم دارم میگم، اون چیزی که من دیدم و متوجه شدم، شاید اشتباه باشه. علازاد به صراحت غرب و در رأسش امریکا رو، من وقتی میگم امریکا شما داخل پرانتز بگید حزب دموکرات که من دیگه تکرار نکنم، به صراحت دولتین غربی رو مقصر اصلی فاجعه 57 میدونه و دلایل لازم رو هم برای این مطلبی که میفرمایند، برای فرمایشاتشون یه سری فاکت هم هست، اسنادی هم هست، از جمله که اشاره می‌فرمایند که اون آخوند جنایتکار خمینی اومد گفت ما با اسلام با ملیت مخالفه، که من خودم بارها براتون پخش کردم، و برای اثبات حرفی که زد خمینی اومد مجلس شورای ملی رو تبدیل کرد به مجلس شورای اسلامی، پرچم مقدس سرنگ شیر و خورشید نشان ایران رو با اینکه حتی من خودم در اون دوران یادمه قرار بود سیاه و سبز باشه این پرچم، دعوا بر سر این بود که اول سیاه باشه یا سبز باشه، که گفتن اول سبز میذاریم و سیاه میذاریم، یعنی قرار بود همین سبز و سفید و قرمز هم از بین بره، پرچم قرار بود دو رنگ باشه، سبز و سیاه، که زورشون نرسید، ولی شیر و خورشید رو برداشتن و یک علامتی که مال سیک‌های هنده به اندازه مثل یه شپش گذاشتن وسط پرچم، یعنی هویت یک ملت رو به همین راحتی ازش گرفتن با حمایت مصدقی‌های ایران بعد باده، چون این طرح توسط مصدقی‌ها ریخته شد. و اینکه ارتش ملی ایران رو در از ارتش شاهنشاهی، چون ارتش شاهنشاهی برخواسته از ملت بود، سربازا، درجدارا، افسرا، سرهنگا، عمرای ارتش شاهنشاهی، خب اینا که از کره شمالی و چین و روسیه و امریکا نیامده بودن، که همومشون فرزندان اون مملکت بودن، که خب یه عده ای رفتن شدن کارمند بانک، شدن معلم، شدن کارمند، شدن پزشک، یه دیم رفتن شدن نظامی و فرزندان این مرزبون بودن. به این ترتیب تمام اون یگانهای مسلح ارتش شاهنشاهی ایران رو و سایر یگانهایی که زیر نظر وزارت کشور بودن مثل شهربانی و ژاندارمری، اینها رو همه رو تبدیل کرد به سپاه پاسداران و کمیته و این جنایتکارانی که میبینید که از درونش سپاه قدس، یعنی تروریستایش جمهوری اسلامی که میان در خارج از کشور امثال فریدون فرخزاد، دکتر فرخزاد رو ترور میکنن، بختیار رو ترور میکنن، فرزند رضا فاضلی، بیژن فاضلی عزیز رو ترور میکنن،
عرض کنم افسر برجسته نیروی دریایی کشورمون فرزند والحضرت اشرف پهلوی زنده یاد، شهریار شفیق رو ترور میکنن و سایر ترورها. از دل اون ارتش اومدن سپاه رو درست کردن که یه بخشش شد سپاه قدس، یک بخشش هم شد حزب الله که بمب و خمپاره و موشک هرچی دم دستشه میریزه بر سر مردم اسرائیل به نام حزب الله ایران. و نسل کنونی اسرائیل ایران و ایرانی رو دشمن خودش میدونه، در حالی که اسرائیل روابط حسنه‌ای با ایران داشت و اساساً قوم آریا ایرانیان و قوم یهود دو قومی بودن و هستن که ریشه های تاریخی دارن و هر دو همدیگر رو مثل دو دست که این دست اون دست رو میشوید و اون دست این دست رو میشوید، هر دو مکمل هم بودن و هیچگاه مشکلی با هم نداشتن. تعداد قابل توجه یهودی در داخل کشور ما زندگی میکرد، اصلا یهودیان ایرانی که در جهان پراکنده بودن به سرزمین خودشون به خانه خودشون برگشتن. اماکن مقدسه یهودی در اصفهان، در همدان، در کشور ما هست، پرواز داشت اورشلیم به تهران، دفتر نمایندگی داشت کشور اسرائیل و هنوز نمیخواستیم بگیم سفارت امنیت اسرائیل در از مورد تعرض مسلمانان رادیکال قرار میگرفت، ولی دفتر نمایندگی داشت اسرائیل در کشور ما در خیابان کاخ که بعدا ابراهیم یزدی و سید احمد خمینی احمد یریان رفتن گرفتنش، گفتن سفارت فلسطین. ما دفتر نمایندگی داشتیم هم در تل آویو هم در اورشلیم. به هر حال الازد به این نکات اشاره میفرمایند که پس ما نه رادیکال بودیم نه آدمکش بودیم، روابط حسنه‌ای داشتیم و شما غربی ها این لقمه رو برای ما گرفتید. علازاد می‌فرمایند که متاسفانه هنوز هم عده‌ای در غرب به اسم تحلیلگر و یا حالا هر نام دیگه‌ای که می‌خوایم روش بذاریم می‌خوان نشون بدن که فرقه تبهکاران هنوز قابل اصلاحه و این جنگولک بازی که الان تو ایران را افتاده، تو ایران اشغال شده به اسم انتخابات که در از یک انتصاباته، یک جنایتکار کشته شده به جاش یک جنایتکار دیگری اومده، یک روزخان بی سوادی رفته یک روزخان بی عمامه بی سوادتری اومده، اینا همشون آدم کشن، همشون متقلبن، کسی به اینا رأی نداده. این حکومت اساسا یک حکومت غیرقانونی است و در 12 فروردین سال 57 در یک مسخره بازی، یک شو، یک سیرکه که خودشون راه انداختن، گفتن 98% ملت به جمهوری اسلامی رأی داده، همطوری که میگفتن 70,000 شهید دادیم، همطوری که میگفتن 3,000,000 در تهران اومده تو خیابون میگه مرگ بر اون مرد بزرگ، مرد شریف و خواهان حکومت اسلامی است و با تزویر و ریا و دروغ و به در سوخته بازی. حالا یه عده هنوز در غرب و بالاخص در امریکا همچنان مصرانه میگن که نه این حکومت میشه باش حرف زد، اصلاحات کرد، الان یه رئیس جمهور اصلاح طلب اومده و خیلی راحت شماها همتون دارید دروغ میگید، خودتونم میدونید. حالا اینا رو من دارم تفسیر خودمو میگم، خود شما امریکایی‌ها همون بخش حزب دموکرات میدونید دروغ دارید میگید، هدف شما این است که ایران رو همچنان تحت اشغال قرار نگه دارید، اشغال آخوند، شما فقط هدفتون تجزیه ایرانه، ایران رو به 4-5-6 هرچه بیشتر بهتر به قطعات گوناگون مثل یوگوسلاوی تقسیمش بکنی، همون بلا هم میهنان عزیز برای ثبت در تاریخ بازم اعلام میکنم کسانی که امروز به اسم راست خودشون رو در جامعه سیاسی ایران نشون میدن مثل حزب مسروقه یا لجنجلس، مثل این جریان آبان بشیر بشکه در بروکسل و مثل این بیشعور بسیجی در پاریس که اومده در کلاب ها زر زیادی میزنه و صداش برای من اومد، یک رأس بی سوادی که من گفتم اگر این دیپلم خودشو نشون داد من دست از ادعای سیاسی برمیدارم، با اون عمو سیبیلیو و یه مش آشغال که اومده میگه حزب زندیات حسن علی منصور رو دزدیده، همه اینا خائنن، جاسوسن، عوامل غربن. این رو هیچ وقت یادتون نره بهتون چی گفتم تا در یک برنامه مفصل تکلیف این سه جرثومه فساد رو برای شما روشن کنیم. آقای مهندس بریم تو شماره 2، دست درد نکنیم.
The problem that began in Iran must be ended in Iran. But do not. But do not mistake this as a war between Iran and the West, nor a call for one. It is neither. This is not a conflict between nation states, but the war of a radical internationalist ideology on all nations, from the Iranian nation to your own. Indeed, it was the great and historic nation of Iran that was the first victim of this unholy alliance and of the resulting Islamic Republic. For 45 years, Iran has been taken captive, and my compatriots have been held hostage. They have been held hostage not by American sanctions or Western policies, but by radical Islamism. But Western political elites have indeed been accomplices, not only in my compatriots being held hostage, but accomplices in the crimes against your own citizens and nations. The chief accomplice of the Ayatollahs in their violent march to their global caliphate has been American political naivete about the true nature of this regime and European guilt and fears of Islamophobia. You do not have to fight the war against this poisonous and murderous ideology on your own, but you must be aware that it is waging war against you. I do have good news, because there is an army rising up against this poisonous ideology, this unholy alliance. That army is the Iranian people, the united Iranian people. Today, I come to you with a message from that rising army, that nation under captivity, those citizens taken hostage. The Islamic Republic may have taken hold of Iran, but it has never taken hold of Iranians' love of country. Today, Iran, inspired by our ancient history and our great civilization, is in the throes of a national revival, a national reawakening, a national renaissance. Iranians are proud. Strong people with a proud storied history and are not willing to lose it to this unholy alliance. As my compatriots on the streets or at the tomb of Cyrus the Great chant, we will fight, we will die, we will reclaim Iran. But there are those who stand against them. There are global interests who would rather see the Islamic regime in Iran stay in power. They are making too much money, taking too much advantage, or perhaps it's simply too convenient. I know this because I've had powerful men, wealthy men, well-connected men tell me to stop the fight, to give up the effort, because they have grander global plans at work. Some want to keep the regime in place forever. Some want to light the country on fire so that out of its inevitable explosion, they can create statelets over whom they can play the role of benefactor, master, or God. But I will not stand for this, and I will not give up, for my compatriots deserve better. But do not be mistaken. This national reawakening is an Iranian project, not something to be cooked up in Washington, London, Berlin, or Paris. So why am I here with you today? سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. این قسمت دوم رو
الان با هم صحبت کنیم، یه توضیح کوچیکی من بدم. یکی این که خیلی از شما دوستان برای من هممیهنان به ویژه از بچه ها از داخل آلمان نوشتید که آقا جلویز نمیگیره، که الان من به جناب سیاوش عرض کردم، فرمودن که بله جناب وطنخواهم تلفن زدن گفتن رسیدگی میکنیم و فلان اینا. به هر حال عیب از شما نیست که بچه ها نوشته بودید آقا به خدا ما پولش هم دادیم، ندارم یه باکس ندارم چیه، من نمیدونم، من ندارم، ولی به هر حال نه عیب از شما نیست، عیب از اون طرفه که حالا به هر دلیلی اینا فعلا اینه دیگه، قطع میکنن یا قطع میشه یا اشکال فنی و فلان اینا. این یه مطلب. یه مطلبی هم راجع به این توییتی که آقای گفتم آقای نتانیاهو داده بیرون، این امکانم داره به احتمال خیلی زیادم فیک باشه، اون چیزی که من دیدم و دارم میگم، خیلی از بچه‌ها برای من فرستادن امکان داره اینم اونطوری نباشه، فیک باشه که نوشته بود به زودی شاه ایران برمیگم چیزی، ولی به هر حال مقصودم روی این جریان این توییت نیست، مقصودم این هستش که این آقای نتانیاهو، من همیشه هم گفتم نه الان مثلا الان بگم، نه ایشون یه مرد بسیار میانپرستی است، برای کشورش داره کار میکنه، دمش خیلی گرم ایستاده در برابر رادیکال های اسلامی. حالا یه سری میگن آقا بازش اینه، من نمیدونم، اونا حتما پشت پرده رو میدونن، شبا حتما با موساد عرق‌خوری دارن، با حزب الله عرق‌خوری دارن، من نمیدونم. چیزی که من دارم میبینم این مرد برای کشورش ایستاده و بیشترین فوش هم داره میخوره و هر از چنگایی هم چپای جهان پول خرج میکنن، یا اورشلیم تل آویو این ور اونور میریزن تو خیابون، که من اون جنگولای بازی سال 57 نتانیاهو شرم کن، خجالت بکش، مملکت رو خراب کردی، حیا کن، حکومت رها کن، از این چرت پرت ها. مرد بسیار میان پرستی و این ترامپ هم آدم بسیار میان پرستی، من دارم راجع به کشورشون میگم، من مقصودم نیست اینا میان پرست یعنی به ما دارن حال میدن، خیر امکان دارم اینا بیان فردا با جمهوری اسلامی چیز کنن، مماشات کنن، من با این مقصودم این نیست، شخصیت های خودشون رو برای کشورشون دارم میگم. آدم میان پرستیه، در کشور خودش ایستاده، ترامپ داره میگه چرا باید اینقدر مواد مخدر از مکزیک وارد کشورمون بشه، چرا اینقدر باید مهاجر بیاد اینجا، چرا اینقدر باید مسلمانای بیاد اینجا، چرا باید اینایی که از جمهوری اسلامی هم بیان اینجا ما بهشون اقامت امریکا رو بدیم، خب حرف بدی نمیزنه که، چرا باید گردن کلفت تو امریکا مالیات ندن، چرا باید ارتش امریکا اینقدر ذلیل بشه، چرا باید با بودن امریکا پوتین به خودش اجازه همه غلط کردن رو بده. به هر حال انسان های میان پرستی هستن. من اگر در امریکا بودم با صراحت هم دارم میگم بی شک و تردید من فقط به جمهوری خواه رای میدادم و از بغض معاویه میرفتم تو بغل حسن، چون حداقل اینه که دموکرات ها کشور من رو نابود کردن. بریم سر قسمت دوم فرمایشات اعلی حضرت. اعلی حضرت به صراحت فرمودن مشکلی که از ایران شروع شده باید در ایران تموم بشه. این خیلی معناست. ایشون واقعا در این نشستی که به اصطلاح این کنفرانسی که بوده به نام کنفرانس محافظه کاری ملی که در واشنگتن بوده، ایشون به صراحت مطالبی رو فرمودن که از نظر من نه تنها ایشون خطوط قرمز رو رد کردن، بلکه خیلی قشنگ پاشو گذاشت رو جایی که اصلا مینه، حالا این مینه نداری که خب همه ما جانز آوردیم، و تکلیف همه روشن شد در این کنفرانس، تکلیف اون بخشی که مشغول ایرانه، حالا جهانیان، خود ما ایرونی ها، تروریست ها، رادیکال ها، تکلیف همه روشن شد که آقا وضعیت اینه، شما غربی یا جمهوری اسلامی رو آوردین، شما غربی ها دارین ازش حمایت میکنین، شما میدونستید آخونده کی هم اینا رو آوردید به اسم دروغین کمربند سبز و که جلو شوروی رو بگیرید، نه اینطور نیست. پدر من خدایگان آریامهر بزرگ که فرمودن ارتجای سرخ و سیاه، شما جهانیان یا نفهمیدید یا خودتون به نفهمی زدید. اینا من تفسیرهای خودم دارم میگم. این که علازت میفرماین مشکلی که از ایران شروع شده باید در همون ایران به اصطلاح تموم بشه، این است که آقا علازت فرمودن ارتجای سرخ و سیاه. خب خیلی ها گفتن یعنی چی سرخ و سیاه؟ خب شعور نداشتید، نمی فهمیدید. یک اتحاد شوم و نامقدس، یعنی این فرمایشات خود خدایگان، اتحاد شوم و نامقدس، اسلام و کمونیسم، یعنی یک لکه سیاه با یک لکه سفید، اینا چطوری میتونن با هم متحد بشن؟ ولی شدن. کمونیسم پشت سر
طالقانی کمونیست نماز میخوند تو نماز جامعه، توده ها و کمونیست ها و مارکسیست های اسلامی یعنی مجاهدین و بچه حزب الله پشت سر طالقانی نماز میخوند. کمونیست ها و مسلمان ها در یک بزنگاه تلخ تاریخ با هم متحد شدند با حمایت غرب، در رأسش انگلیس ها و شاید پادوهاشون حزب دموکرات امریکا و آلمانی ها و فرانسوی ها، که این اتحاد به وجود بیاد. اما نیومدن اعلام بکنن که ما این اتحاد رو به وجود آوردیم، بلکه میگفتن ما میخواییم مسلمان ها رو در ایران به قدرت برسونیم، چون شاه تضعیف شده، حکومتش، مردم شاه رو نمیخوان، شاه باید از ایران بره بیرون به دلیل اینکه یک حکومت دیکتاتوری پلیسیه، ملتش رو داره میکشه، حقوق بشر رو رعایت نمیکنه و اون مزخرفاتی که گفتن. یک چهره از اون مرد شریف، اون انسان میهن پرست، اون انسان بشر دوست، یه چهره دیوی ازش ساختن، زیر پاشو خالی کردن و گفتن که حالا که دیگه، البته نمیگفتن ما زیر پاشو خالی کردیم، گفتن مردمش میگن ما تو رو نمیخوام، تو دیکتاتوری، تو خونه، تو هر خونه 6 تا ساواکی گذاشتی، ما دیگه اصلا نفس نمیتونیم. چون یه جوری چهره ایران و ایرانی نشون دادن که ایران شده بود در نزد جهانیان مثل کره شمالی کنونی. وقتی ما میگیم کره شمالی چه تصوری تو ذهنمون میاد؟ یه کشور بسته‌ای که مردمش دارن علف میخورن و همه این یارو گاو میشه رو خدا میدونه. یه همچین چهره از ما صحبتن که ایران تبدیل شد به آلمان شرقی، ایران شد مثل لهستان، ایران شد مثل اردوگاه شرق، مثل اردوگاه کمونیست، در حالی که در همون لحظه بیش از 2 میلیون کارگر خارجی در مملکت ما بود، بیش از 2 میلیون خارجی در مملکت ما از آلمانی، ژاپنی، تایوانی، کره‌ای، آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی، هندی، پاکستانی، همه تو کشورمون کار می‌کردن در تمام زمینه‌ها. مهندس برق داشتیم، مهندس نفت داشتیم، مهندس آب داشتیم، کارشناس داشتیم، تو مخابرات داشتیم، کارگر داشتیم، عمله داشتیم، همه چی از دنیا اومده کشور ما کار می‌کرد. کلی شرکت‌های خصوصی در کشور ما بود که سرمایه‌گذاران خارجی اومدن تو کشور ما. بانک داشتیم، بانک ایران و ژاپن، بانک ایران و انگلیس، بانک ایران و عرب. خب چطور میشه این کشور دربسته باشه؟ در مملکت ما تمام اتومبیل‌های صاحب نام، مارک‌های صاحب نام جهان، بنز، BMW، کادیلا، شورلت، پژو، رنو، همش تو چرخاش تو مملکت ما داشت میچرخی. تیم‌های ورزشی ما زن و مرد دنیا رفت آمد میکردن، تیم‌های ورزشی به کشور ما میومدن. خب اگه یه کشوری بسته باشه و شاهش داره ملتشو میکشه و ازش چهره پینوشو میسازی، خب چطوری یه کشوری داریم که امکاناتیه؟ بنابراین هدف این بود که شما شاه رو ببرید که با بردن شاه خاورمیانه رو به این روز بیاندازی که نفتی که امروز باید شما برای هر بشکش، برای هر قطرش و چند صد دلار بدید، خیلی راحت نفتو بردارید مجانی، یعنی در اصل مجانی دارید نفتو میبرید، تازه دولت‌ها باید یه پول لازم بهتون بدن. ارتشتون بیاد خلیج فارس رو اشغال بکنه، عراق رو اشغال کنه، سوریه رو اشغال کنه، یمن و ایران و افغانستان و پاکستان رو بیاد اشغال بکنه، در ایران ارتشتون یعنی همون آخوندا و یه سری افرادم به عنوان اپوزیسیون برید بخرید، هر موقع دلتون میخواد اینا رو کوک کنید، علمشون کنید، هر موقع میبینید فعلا به درد نمیخوره مثل معصوم قومی بذارشون کنار، بعد بگه اکبر گنجی حالا تو بعد بیم نسل سی توده، حالا نوبت تو، نرگس تو پر، حالا نوبت تو، خب حالا تو برو بیرون، حالا تو بیا و یه ملت اسیر بکنی که بیلو بزنی تو خاک مملکت ما بود، عراق و افغانستان و هر چی دل زمین هست ببری. تمام داستان این بوده. و سرخ ارتجای سرخ و سیاه برای نابودی این قسمت کره زمین و برای اینکه اهداف شوم شما رو به سرمنزل مقصد برسونن با هم متحد شدن، در حالی که همه ما میدونیم خب اسلام چطوری میدونه با کمونیست یکی بشه. کمونیستی که راجب ماتریالیست میگه منکر خدا میشه، به دنبال میگه ما به دنبال یک ایدئولوژی ضد دینی هستیم و اساسا دین رو افیون توده ها میدونه، تو چطوری میتونی بشینی در کنار اسلامی که چپ میره راست میره، فقط میگه حرف حرف الله، حرف حرف قرآن، کلام کلام الله و کلام کلام محمده. پس این کمربند سبز یه دروغ بزرگی بود، یک فریب بزرگی بود که کشور ما رو به وسیله آخوند اشغال کنید. پشت سر این آخوند توده‌ای های ایستاده بودن، کمونیست های ایستاده بودن، چرا که بدون چراغ سبز کرملین شما امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها هیچ غلطی نمیتونستین بکنید. و این نشون میده که شرق و غرب بر علیه ملت ایران متحد شد که اون اتحاد شوم و نامقدس از دلش تروریست اسلامی رو بیرون آورده که حالا خودتون مثل خر تو گل واموندی و مجبورید که این همه مسلمان رو به سایر کشورهای خودتون
قبول بکنید، پذیرش داشته باشن این همه مسلمون که در انگلستان، پاکستانی، هندی، بنگلادشی اون قسمت بیاد انگلیس رو اشغال کنه، در فرانسه الجزایری، لیبیایی، تونسی، مراکشی، موریتانی و این قسمت افریقا که خود فرانسوی ها اشغالشون کردن، ایتالیا به همین شکل، در آلمان ترکا دارن میان، سوریه داره میاد، از افغانستان داره میاد و به این ترتیب اروپا و بلژیک و سوئد و سایر کشورهای اروپای غربی به این ترتیب اروپا رسما تحت اشغال مسلمانان قرار گرفته. چون خودتون الان به خاطر سیاست‌های غلطی که استارتش از 1979 با خروج خدایگان از ایران که شما باعث خروج شدی، اون خروج اجباری، اون سفر بی بازگشت اجباری، شما خودتون مثل خر تو گل موندین. خب حالا چه تصمیمی الان اروپا داره؟ اون بخشی از اروپا، اون بخش چپ اروپا که امروز بهش میگن گلوبالیست ها در جهان، الان چه نقشه‌ای برای این کره زمینی که نابودش کردید داری؟ الان چه نقشه‌ای دارید برای اوکراین؟ الان چه نقشه‌ای دارید برای اتفاقاتی که در یوگسلاوی افتاده؟ و شماها اخبار رو سانسور میکنید و هنوز نمیذارید خبر از یوگسلاوی بیرون بیاد و بشریت خیال میکنه که یوگسلاوی تموم شده دیگه، شد بوزنین هرزگوین و سربستان و اون کوچولوی کوزوو و یکی چی و یکی چی و هیچ دیگه، تموم شد، حل شد. نه، حل نشده، هنوز تشنجات مرزی اونجا هست. شما میبینید دو تا تیم فوتبال مثلا بوزنین با سربا که بازی میکنن، یا اون یکی چیز، اون یکی قسمتش اسلوونیا که میان بازی میکنه، اسلوواکای میان بازی، اسلوونیا بازی میکنی، خب هنوز جنگ و دعواه. حتی این چکو که به دو قسمت اسلوواکای و چک چیزش کردین، تقسیمش کردین و تمام این تقسیم بندی ها مصنوعیه. ما چیزی به نام کوزوو تو دنیا نداشتیم. یه زمانی، زمان شیخ علی آقا، اومدید آذربایجان درست کردید، اومدید مرزهای بی حساب و کتاب بدون هیچ پشتوانه تاریخی به نام ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان، دیگه نمیدونم اینور آذربایجان، بعد مثلا چچنا رو به وجود آوردیم و چه و چه. به هر حال سیاست های غلط شما جهان رو به اینجا رسونده و حالا خودتون باید تکلیف خودتون رو عرض کنم روشن بکنید. در به عبارت ساده تر، ملت ایران، این قسمت قشنگ حواستون رو بدید، من گوش کنید. پادشاه ایران، شاهنشاه کشورمون، به صراحت یعنی با یک مقدار هوش و حواس بنزی 1% که از این فشار روحی و روانی بیرون بیان، 1% حواستون به فرمایشات اعلیحضرت بدین، اعلیحضرت توپ رو انداختن زیر پای ملت ایران. ملت، من حرف شما رو میشنوم، صدای شما رو میشنوم، اومدم حرف شما رو دارم به جهانیان میزنم. اگر خیال کردید که من با این شرایطی که دارید میبینید، که حالا در قسمت‌های بعدی نشون میدم که دنیا داره به من میگه آقا کاری نکن، ما برای ایران یه نقشه‌هایی داریم، برای اون منطقه نقشه‌های بزرگی داریم، خیال نکنید من میتونم شما رو به اون شکلی که دارید فکر میکنید نجات بدم. خودتون رو ملت نجات بدید. دورور منم دارید میبینید، وضعیت سازمان ها و گروه ها هم دارید میبینید. بدون تعارف ملت ایران، قشنگ گوش کنید به حرف من، اینو من دارم عرض میکنم، 6 سال من چند تا جمله رو به شما گفتم که ملکه ذهنتون بشه. هیچ اتحادی در خارج از کشور به وجود نخواهد اومد. این یک فریب بزرگیست برای چپاول و غارت کشور و نگون بخت کردن و سیاه بخت کردن شما ملت ایران، شما رو به سیاه روزی بندازن. هیچ اتحادی در خارج از کشور به وجود نخواهد اومد، هیچ لوی جرگهی در خارج از کشور به وجود نخواهد اومد. این آب پاکی برزم رو دستتون. تمام این سازمان های قلابی، تمام این گروه های قلابی، تمام این احزاب قلابی، تمام این افراد، این نامردها و نازنان قلابی در خارج از کشور، جز منافع خودشون، جز خیانت، جز پولشویی، جز پدر سوختگی، هیچ هدف دیگه ای ندارن. اگر 2 سازمان در کنار هم نشستن برای ایران حرکت کردن، من در هر دادگاهی که بگید میام محاکمم کنید، حکم اعدام به محاکمم نکنید، وقت دادگاه رو نگیرید، اعدامم کنید، امکان نداره. آنقدر در خارج از کشور اختلاف زیاده که امکان کوچکتری نشستی نیست. یعنی من به شما قول میدم حتی اینهایی که ادعا میکنن که
به سمت راست دارن قش میکنن و هنوز شاهزاده شاهزاده میگن، اگر اینها در یک رستورانی در یک سالونی دور هم بنشینن، بعد از 5 دقیقه صندلی و میزی که میره تو سر صورت هم دیگه، بهتون قول شرف میدن. برای همینه که من تو هیچ کدوم از این جلساتشون نمیرم، من چند سال اصلا تو تظاهراتاشون هم نمیرم، فقط میان برای کثافت کاری، خیلی راحت بگم، و یه بخش خیلی کوچکی است که میان و اینها دارن واقعا فعالیت میکنن، مثل این بچهای لندن واقعا دارن فعالیت میکنن، خانه مشروطه دارن فعالیت میکنن، وگرنه بقیه‌شون رو آب برده فقط برای زنبازی و دختربازی و آقابازی و فلان. یه سری هم مثلا تو سوئیس و تو استکهلم و تو مثلا گهگاهی تو هامبورگ، خیلی کوچیکن، گروه های بسیار کوچیکی هستن، خیلی هم تمیز میان کارشون رو انجام میدن، وگرنه بقیه‌شون رو آب برده. اصلا فکر این اتحاد رو نکنید. و اعلیحضرت هم به صراحت عرض کنم اینو میفرمایند که ملت ایران باید کاری بکنیم که دیگه در تاریخ ایران نوشته نشود. رضا شاه رو آیرون ساید و کودتا آورد، محمد رضا شاه رو آمریکا آورد، شاه رو آمریکایی‌ها بردن، رضا شاه رو انگلیس‌ها بردن، اینو این آورد، اون دولت وابسته بود، این دولت بهایی بود، اون دولت یهودی بود، این دولت شیعه بود، این دولت باخو، بس دیگه اینا. ما برای یک بار و آخرین بار باید به جهانیان نشون بدیم، ثابت بکنیم که دوران استثمار و استعمار تموم شده. ما ملت تصمیم نهایی رو میگیریم. حالا شما ملت کی به این نقطه برسید من نمیدونم، من دو داخل کشور نیستم، اما یه چیزی رو میدونم، هرچه شما ملت بر همین راهی که دارید میرید پافشاری کنید، یه تیکه از خاک مملکتمون کنده میشه، احتمال جنگ داخلی هست. من راحت به صراحت بهتون بگم، چون برنامه گلوبالیست های جهانی اینه، جنگ داخلی و تجزیه ایران، پشتش هم آدم خوابوندن، حسین بوربور رو واسط داره، علی تجزیه رو واسط داره، حسن صدقه خور رو واسط داره، الاحواز واسط داره، الرشت واسط داره، الگرگان واسط داره، البندر عباس داره، از این الملام زیاد داره، تا دلتون بخواد مزدور تو خارج از کشور تو دست و بالشونه، همشون هم با یه دونه ویلا و یه ماشین و یه 200,000-300,000 دلار پول تو حسابشون همه رو خریدن. شما نگاه کن دیگه لجنجلس نمونش، شما تمام این طویله هایی که به خودشون میگن رادیو تلویزیون رو نگاه کن، اگر یک دونه، فقط یک رأس، گوش کنید حرف منو، اگر در تمام رسانه های فارسی زبان یک رأس میهن پرست به من نشون دادید، من دست از تمام ادعای سیاسی برمیدارم. یک رأس به من نشون بدید، نام یک رأس رو بیارید، فکر خودتون رو بکنید. ملت آقای مهندس بریم تو شماره 3، دست درد نکن. Why am I here with you today? I am here with a message from my compatriots, a message from the Iranian nation. My friends, the people of Iran would like to see you in the United States as a partner. Their message is that they seek not an entangling alliance, but an alliance of shared values and mutual interest, one which will serve Iran's true national interests and your own. Indeed, Iran is one of the few foreign policy questions where the United States can squarely align its interests with its values. While its dictator has attempted to brainwash Iran's youth with daily calls of death to America, my compatriots take to the streets and say death to the Islamic Republic. And our enemy is right here. You lie when you say it's America. When the regime puts American flags on the ground, my compatriots refuse to step on it and walk around or jump over it. And this is not a new phenomenon. Iranians are the only people in the Middle East who poured onto the streets on September 11th, 2001 to mourn alongside you and to stand with you. They have continued to see both their compatriots and yours killed in aimless conflicts the Islamic Republic has brought about in the Middle East. And they are offering you a solution to free yourselves of these conflicts
rebalance the region and solve the issues of the Middle East with a Middle Eastern solution. Because while the Islamic Republic seeks to spread its radical caliphate across the region, my compatriots denounce this imperialism and respond with shots of neither Gaza nor Lebanon, my life is only for Iran. They are tired of having their once radiant country run like a radical cause. They want a government that cares for its own and does not spend blood or treasure meddling in foreign wars as it has in Syria, Iraq, Lebanon, and Yemen. They want to return Iran to being a nation state, as we have been for more than two millennia. How can all of this happen? My friends, we are not seeking your intervention. We are not seeking your charity. I am not here to ask for your permission to get rid of the Islamic Republic, nor am I here to ask you to do it for us. The true Iran, the ancient Iran, and the soon-to-be free Iran doesn't seek your patronage. It seeks your partnership. It doesn't seek your funding. It seeks your friendship, because our interests are aligned in the most unique of ways. So, as opposed to the growing threat of this unholy alliance of the red and the black, what, my friends, might a partnership with the Iranian nation look like? What will it look like when the sovereignty over our ancient nation is returned to its true sovereign, the Iranian people? Iran will once again be the anchor of peace and stability in the Middle East, so you can finally bring your boys and girls home from faraway lands, but with dignity. Iran will once again be the center of prosperity in the region and a safe haven for foreign investment, not foreign aid. Iran will once again be an ally of the United States and a close partner of both Israel and the Arab states, and see the Abraham Accords hopefully grow to the Cyrus Accords. Iran will once again be the engine of progress, the defender of freedom and righteousness, not the spreader of terror and evil. You notice I say once again, because this is nothing new. This is the type of relations our two nations had before, particularly under the leadership of my father and President Nixon. Then, Iran sought peace and productive relations based on mutual interest with all nations. We were friends with America and its European allies, but we also maintained a balanced foreign policy by having stable, cordial relations with the USSR and China. We worked with both India and Pakistan. We had relations with both Israel and the Arab states of the Persian Gulf. Iran kept the peace in the Middle East, and we can help to do so again. But what is missing? What has prevented this until now has largely been an American policy on Iran, guided by intellectual naivete, based on the false premise that you can change the behavior of those who believe in such a radical ideology. But this is not a conflict between nation states, but against a radical, destructive ideology that cannot be negotiated with. This ideology cannot be reasoned with. It cannot be changed. There is no better deal to be made. It must be defeated, which is exactly what my compatriots have been fighting for. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی.
همیهنان عزیز، بعد از فرمایشات اعلیحضرت که قسمت بعدی رو پخش خواهیم کرد، اسامی همیهنان عزیزی که لطف کردن رو خواهم گفت. اجازه بفهمید در بعد از پایان فرمایشاتشون، بعد از اینکه قسمت تموم شد، اسامی چون عزیزان لطف کردن اسامی رو خواهم گفت. دستتون هم درد نکنه، زنگم بزنید، خواهش میکنه. اعلیحضرت میفرماید من پیام ملتم را برای شما، برای جهانیان آوردم. معنای این حرف، بازم تکرار میکنم، من نه مفسرم نه ادعایی دارم، من فقط نشستم یه موقعیتی دارم و از این موقعیتم دارم سوی استفاده میکنم. چه درود میشه بگی سوی استفاده؟ به هر حال دارم استفاده میکنم و نظراتم میدم. خودتون هر نظری دارید عرض کنم خب قابل احترامه، من بیشتر از این نمیفهمم، در این حد میفهمم دارم میگم. 100% امکان داره من حرفایی که میزنم اشتباه باشه، اصلا موضوع این نباشه. ببینید، به نظر من وقتی اعلیحضرت میفرماین من اومدم تا حرف ملتم رو، حالا مفهوم کلام، حرف ملتم رو به گوش شما برسونم، به باور من یعنی من به عنوان شاه اومدم اینجا. ایشان اعلام کردن به شما ملت، آره من شاه شما. دیدید اومدن صدا ضبط کردن، من نمیخوام شاه بشم، اصلا من بدم میاد شاهی. اصلا از روزی هم که متولد شدم به پدر مادرم گفتم چرا به من گفتیم ولیعه، مثلا من میخواستم فوتبالیست بشم. پس میگم وارد بازی ایشون نشین. ایشون از هر سلطنت طلبی، مشروط خواهی، میهن پرستی، سلطنت طلبتر، مشروط خواهتر، میهن پرستر هستن. ایشون اصل قضیه هستن. اگر قرار باشه یک دادگاهی در جهان باشه که ما بخوایم بریم شکایت بکنیم از دنیا و از جمهوری اسلامی، شاکی اول ایشونن نه ما ملت. گرفتی درفو؟ این قابل توجه مسروق چیا و بقیه کسانی که مزدورانی که میگن شاهزاده شاهزاده. تموم شد، از امشب هیچ کس حق نداره بگه شاهزاده. میخواید بگید اصلا برید بگید آقای پهلوی، اصلا بگید رضا پهلوی. ایشون شاهنشاه ایرانه دیگه، کسی اینو نمیفهمه خوب نفهمه. ایشون میفرماید ما از ایران، ما ایرانی ها از شما غربی ها نمیخوایم گدایی بکنیم، صدقه نمیخوایم از شما، ما نه پول از شما میخوایم، ما هیچی از شما نمیخوایم، ما گدا نیستیم. ما ایرانی های هیچ مشکلی هم با غرب نداریم، چه با دولت های شما چه با ملت های شما. ما ایرانی ها یه ملت هستیم متمدن، باهوش، اینا حالا عرض بنده است، باهوش هستیم، خیلی متمدنیم و خواهان دوستی هستیم با آمریکا، با اسرائیل، با اروپا، با چین، با هند، با پاکستان، با روسیه، با شوروی، با آلمان، با ما با همه رفیقیم، ما با کسی دعوا نداریم، شما با ما دعوا دارید. غربی ها و اعراب و کمونیست ها و مسلمان ها، آقا مسلمان ها و کمونیست ها با ما دعوا داره، ما با کسی دعوا نداریم. پدر من در زمان شانشاه آریامهر، خدایگان آریامهر بزرگ، به مسکو تش فرمان می شدن، به واشنگتن تش فرمان می شدن، اعلیحضرت تش فرمان می شدن به عربستان، به ریاض اعلیحضرت تش فرمان می شدن به بلگراد. آقا ما دعوا نداشتیم با کسی، با همه داشتیم رابطه. ما با بلغارستان و رومانی داد و ستد میکردیم، با فرانسه و اسپانی هم داد و ستد میکردیم. خب بله، و این مردم ما نیستن. شما میخواید ملت ایران رو یه ملت بربر نشون بدین که نگاه کنین ملت چقدر بی ادبن، اینا آقا اینا وحشی ان، مرگ بر آمریکا، پرچم آمریکا رو دیدن، پرچم اسرائیل رو دیدن، حزب الله لبنان. نه، شما میخواید از شما غربی ها، شما چپا، همونایی که باعث بدبختی ملت ایران شدن، شما میخواین چهره ملت ایران رو یه چهره بربر وحشی عقب مانده ای که اون ویلیبران اینطور که میگم، معلوم نیست حالا اینم ویلیبران گفته باشه، حالا دهن اون دارم میگم، شما میگید که شاه اومده بود یه ماله برداشته بود کشیده بود رو ایران، یه ماله رنگی از ملت بی تمدن، بی تربیت، وحشی، بربر، فرون شده، تروریست، مسلمان، شیعه، قمه بزن، یه ملت متمدن ساخته بود که ما باید درباره ملت تعظیم میکردیم. نه بی پدر و مادر، اینطور نیست. ملت ایران بنمایش متمدنه، تمدن از ایران به جاهای دیگه رفته. رازی دانشمند ایرانی که همون که الکل رو کشف کرد که شما آبجو عرق و شراب و عرق کوف کنید، اولین انسانی بود در اون منطقه مسلمان نشین. ملت حرفامو گوش کنی، ببالید به خودتون، افتخار بکنید، ایرانی بودن افتخاره.
وقتی من میگم من یک آذریم، من یک کردم، یک گیلکیم، یک مازنیم، یک عرب خوزستانیم، یک بلوچم، یک ترکمنم، یک کردم، یک لکم، یک لورم، یک هر جای اون مملکتم، این بزرگترین افتخار برای انسان. رازی دانشمند ایرانی کاشف الکل اولین انسانی بود که در خاورمیانه در اون بربریت 700-800 سال پیش، الان اگه جرات داری به اسلام بگو بالا چش دربه ببین چه سیخ میکنن تو چشه، اومد و قرآن رو و پیامبران خدا رو به زیر بخیه برد. برید بخونید، شما میدونید که رازی این دانشمند بزرگ ایرانی قبرش معلوم نیست کجاست؟ به گفته‌ای در نزدیکای شهر ریه نذاشتن، شیعیان مسلمانان نذاشتن رازی در ایران قبرش مشخص باشه، چون قهوه‌ای کرد آن چیزایی رو که باید قهوه‌ای کنه. برید ببین ابو ریحان بیرونی راجبش داره چی میگه، برید ببینی خیام چه گفت در عصر بربریت، ببینید سعدی چه میگه، حافظ ببینید چه میگه. ما این ملتیم، غربی های فلون فلون شده. اون موقع شما کرمای سبز درختان رو میخوردید، مثل چیتا درخت بالا پایین میرفتید، دروغ نیست، سندش هست. بعد امروز ملت منو قابلمه به دست میفرستید توی این کثافتکاری محرم که فیلم پخش بشه در تلویزیون عربستان، ما رو به مسخره بکشن. عربستانی که بچه های تیم ملی فوتبال ایران سال 77 رفتن اونجا فوتبال بازی کردن، حالشون به هم خورد، گفتن ما صبح با هواپیما رسیم شب برگردیم. اون موقع که ما استادیوم 100,000 نفری داشتیم، عربا هنوز زیر سایه شتر میخوابیدن. اون موقع که تیم ملی فوتبال ایران، اون موقع که ورزشکاران ایران 1953 در اولین بازی‌های آسیایی در 51 در دهلی نو شرکت کردن، کدام عربی تو دهلی نو اومد تو بازی آسیایی؟ کدام عربی رفت تو المپیک 1948 لندن؟ کدام عربی اون موقع دارای سینما و تئاتر بود؟ یک صادق هدایت عربی به من نشون بدید، یک کسروی عربی به من نشون بدید. بعد شما میخواید ملت ایران رو یه ملت بربر نشون بدید که این ملت داره جیش میکنه روی پرچم اسرائیل و آمریکا. اینا ایرانی نیستن، اینا شیعیانی هستن که از صحرای الحجاز به کشور من، به سرزمین من تجاوز کردن. شما یه مش متجاوز رو به جان و مال و ناموس و حیثیت و شرف یه ملت حاکم کردید. شما چشم آبی ها حسادت دارید با ایران ایرانی، چون می اومدید می دیدید تو وجب به وجب خاک و مملکت، از دهات ما، از روستاهای ما تا شهرهای ما، سر زور چه بخور بخوری بود سر سفره ها، مرغ و بوغلمون بود سر سفره های ما. و مسعود کیمیایی رو دوربین به دستش می دادید که از ملت ایران ملت فقیر بسازه، که فیلم بلوچ برامون بسازن، فیلم خاک برامون بسازن، فیلم گوزن ها برامون بسازن، چاقو بدن به دست ایرانی به عنوان قیصر، قصاب ایرانی رو همیشه آدم کش و ساتور به دست نشون بدن، زن ایرانی رو به عنوان فاحشه بفرستن توی کافه ها و بگن تو کافه ها هر کی میرقصه یعنی فاحشه است. شما این بلا رو بر سر ملت ایران آوردین توسط عواملتون، و هنوز همون عواملتون در خارج از کشور دارن یک چنین تصویری رو از ملت ایران به سیمای جهانیان نشون میدن. ملت ایران ملت بزرگی است. این ملت ملتی بوده که کوروش از دلش داده بیرون، این ملت ملتی بوده که فردوسی بزرگ داشته، این ملت حافظ داشته. شود آیا که در میکده ها بکشاین، گره از کار فرو بسته ما بکشاین. در میخانه ببستن خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بکشاین. ما همچین ملتی هستیم، 700 سال پیش جیگر میخواست کسی بیاد بگه در خانه، در میخانه ببستن خدایا مپسند، جیگر میخواست کسی این حرفو بزنه تو خاورمیانه 700 سال پیش؟ جیگر میخواست کسی مثل بابا طاهر بیاد و اون دو بیتی ها رو بگه؟ جیگر میخواست کسی بیاد بشه مثل ابن سینا؟ که هنوز شما در این دولتی سر ابن سینا دارید نفس میکشین تا اون رو شپش و کثافت و تراخوم و از سرزمیناتون بردین. ملت ایران ملت بزرگیست. ما اولین ملتی بودیم تو دنیا که شهرنشین بودیم، ما اولین ملتی بودیم تو دنیا که یکتاپرست بودیم، ما اولین ملتی بودیم در دنیا که پرچم ملی داشتیم، ما اولین ملتی بودیم در دنیا که حق حقوق کارگر رو میدادیم، ما اولین ملتی بودیم که در دنیا زن ایرانی به عنوان ملکه تو مملکت حکومت میکرده، فرمانده نیرو دریایی داشتیم،
ما اولین ملتی بودیم که استاندار زن داشتیم. ما اولین ملتی بودیم که در دنیا وزیر داشتیم. پادشاهای ما وزراشون رو میفرستادن به سایر سرزمین‌های جهان. و راجع به کی دارین صحبت میکنید؟ شما کی هستین؟ یه مش یانکی هستین. اون وایکینگ هاتون، اون انگلو ساکسون هاتون، اون جرمن هاتون و بقیه ارازل اوباشتون. شما کسی؟ شما یه مش ارازل اوباش آدمکش جنایتکارین. هنوز صدای 10,000 روز 10,000 روز ویتنام رو بمبارون کردید. چی کرد؟ تمام منطقه هند و چین رو به خاک و خون کشیدید. اروپا رو 100 بار به خاک و خون کشیدین. 2 بار مثل سگ و گربه تو اروپا به عنوان جنگ جهانی اول و دوم افتادیم برون به جون هم دیگه. هنوز هم جهان باید بلرزه به خاطر جنگ جهانی سوم. تمام جنایت هایی که روی کره زمین شد فقط شما چشم‌آبیا کردین. شما بودین که گله گله دست دست مثل حیوان آفریقایی‌ها رو بردین و ازشون بربر ساختین. تو مزرعه های شما کار کرد. امریکا رو کی ساخت؟ استخون خورد شده بردگان افریقایی ساخت. بعد از ملت ایران میخوای ملت بربر وحشی بسازی؟ و بانوی ایرانی رو که زیباترین زنان جهان بانوان ایرانی هستن، پاکترین، باشرفترین، کدبانوترین، ازشون این زنان رو بسازید تو خارج از کشور؟ شکل زن ایرانی رو بانوی ایرانی رو بیانید در قالب معصوم قومی، در قالب آقای عبادی، در قالب این ارازل اوباش بشه نسرین سیتوده و نرگس توپل؟ قالب مرد ایرانی برین در قیافه اکبر گنجی، فرخ جمهوری نگهدار، چهره از حکومت ملی کشور من رو در سال 2024 میلادی در هزاره سوم تبدیل کنید به پزشکیان، به این پوزه کثافت. ملت ایران بره پشت طالقانه نماز بخونه، قابلمه بگیره بره صدقه حسین رو بخوره. حسین خودش چه بیناموسی بوده، یه جنایتکار، یه تروریست، یه عرب بربر کثافت که به خاطر زن، به خاطر زن، به خاطر سکس کربلا به وجود اومد، نه به خاطر آزادگی. علازت میفرمایند ما ملتی هستیم که در 11 سپتامبر تنها ملتی هستیم که در 11 سپتامبر در خاورمیانه شمع روشن کردیم برای کسی که شما باعث به وجود آمدن بن لادن شدین. شما بن لادن رو به قدرت رسوندین. بن لادن یه شاهزاده پولدار عرب بود. شما این راه رو براش درست کردین که بره. بن لادن دست پروردی خودتون بود، همونطور که صدام دست پروردی خودتون بود، همونطور که جمال عبدالناصر دست پروردی خودتون بود، همونطور که اسد دست پروردی خودتونه، همه اینا دست پروردی شما، همونطور که این یارو تو ترکیه دست پروردی خودتونه، همشون دست پروردی خود شماها هستن. و ملت ایران در سال 2021 شم میاد تو خیابونا. ملت ایران خودش میدونه مسائل خودش رو حل بکنه. ما مثل افغانستان نیستیم که شما برای ما لایجوریه دوستان. شما گور پدرتو میخندین. اون موقع که شما معنای شهرنشینی نمیفهمین، تو جنگلا صدای گاو و گوساله و پرنده خودون در میآوردین. ما باربود داشتیم تو ایران، نکیسا داشتیم تو ایران، هنوز صدای نی هنرمندان ایران در گندی شاپور، در منطقه خوزستان، در شوش، به گوش تاریخ، تو گوش تاریخ داره میپیچه. ما موقع که دانشگاه داشتیم تو اون مملکت، تو اون سرزمین، شما چی داشتین؟ تو طویله داشتین واسه خاطر یه خوک، خودتون مثل خوک افتادین به جون هم دیگه. یه دونه تاق کسرا بیاریم به من نشون بده ببینم، یه پرج پیزا چی اونجا دارین یه ورکی شده؟ شلوار جهان رو داریم میکشن رو سرش. شما خیلی غلط میکنید که بخوام ببین تو مملکت ما دخالت بکنیم. ما از شما اجازه نمیگیریم برای انقلاب. ما از شما درخواست اجازه و پول از شما نکنیم. ما ملت ایران با پول خوردمون دنیا رو میخریم. در عرض 37 سال سرزمین اشغال شده من توسط همون حکومت پهلوی که شما بردینش، 37 سال پیش اون سرزمین شما اشغال کرده بودین. 37 سال بعد همون پادشاه به دولت انگلیس وام داد. ما همین الان پول وامایی که تو دنیا دادیم بدون بهره، پول وامامونو برگردونید، ما 6 تا ایران میسازیم. شرکت های هواپیماییتون هنو به ما بدهکاره. لوفتانزا به ما بدهکاره. بریتیش ایورز ما بدهکاره. دولت انگلیس ما بدهکاره. اسرائیل ما بدهکاره. آلمان به ما بدهکاره. 5 تا از صنایع آلمان مال ماست. کشور سوئیس پول ملت ایرانو توی بانکاش حپولی کرد. لوکزامبورگ، موناکو، آندورا پول ملت ایرانو خوردن. لیختنشتاین تمام پول سرمایه‌دارای ایرانی رو حپولی کردین.
بی پدر و مادر رو ما آپارتمان سازی کردیم تو اسپانیا و ایتالیا، ما ونیز رو از زیر آب کشیدیم بیرون، در به داغونه آشغال. علازت می فرماین ما به سرنوشت خودمون حاکم خواهیم شد تا پیمان ابراهیم و پیمان کوروش بزرگ رو که در اصل معناش یعنی صلح و امنیت و ثبات در منطقه رو ما به وجود خواهیم آورد. اگر ایرانی که نشستیم فرمایشات خدایگان و شاهنشاه ایران گوش میکنید، بفهمید من 100 متر رفت رو قدم، دیگه هیچ کس دیگه نمیتونه به من بگه من دیگه خدا رو بنده نیستم. راحت بهتون من دیگه نمیذارم کسی بیاد در حضور من بگه پرچم نبره، با میذارمش که دهن دندوناش بره تو حلقش. ببینید جمله رو گوش کنید، پیمان ابراهیم و پیمان کوروش، بفهمید یعنی چه اعاده حیثیت ملی. پدر این مرد، خدای بی بدیل تاریخ بشریت، وقتی فرمودن کوروش آسوده بخواب زیرا که ما بیداریم و همواره نیز بیدار خواهیم بود، 50 سال بعد پسر در واشنگتن، ببینید چجوری میاد و اعاده حیثیت ملی میکنه. پیمان ابراهیم و پیمان کوروش. و بعد چپ اسرائیل و ارتدوکس های احمقشون برن با محمود مشنگ عکس بگیرن. آقا اگه اسمش توطئه جهانی نیست پس اسمش چیه؟ بعد بیشعور بیسواد بره بالای منبر یه مش ابله کمونیست هم برن برای این شم روشن کنن، لشکر پیاده تاج از سرش بردارن. و وقتی نمیفهمید دیگه مقصر شاه نیست، مقصر فرسنده نیست، مقصر گیرنده است. ما گیرنده هامون شوته. ادامه حیات جمهوری کثیف اشغالگر اسلامی یعنی ادامه مبارزات ملت ایران بر علیه جمهوری اسلامی. غرب این رو بدونه. چقدر دیگه میخوای نگرشون داری؟ 45 سال دیگه نگرشون داری. مگه نگفتین میخوایم باشون مماشات بکنیم اصلاحات؟ آن نگرشون داری. ما موفق شدیم نسل خفته ایرانی رو بیدار کنیم. ما میهن پرستان این کارو کردیم، ترورمون کردید، فوش بهمون دادید، هنوزم میدید، عواملتون رو پخش میکنید به ما فوش بدن، فحاشی بکنن. دور پادشاه منو مینگذاری کردید توسط عوامل جمهوری اسلامی. با صراحت کاملا میگم تمام دفتر تحکیم وحشت رو فرستادی خارج از کشور به اسم مبارز و کنشگر سیاسی و چه و چه و چه، همشون عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، همشون بدون استثنا. ولی دیدید که از زیر دست و بال وزارت جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعاتشون چجوری اومدیم بیرون و ملت ما آگاه کردن. برید ببینید چه خبره تو دنیای مجازی، برید ببینید چه پیامایی دارن بچه های میان پرست میدن. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی، مرگ بر جمهوری اسلامی. ما شاهمونو میخوایم، ما جمهوری نمیخوایم، ما شاهمونو میخوایم. خدایگان، شاهنشاه، خدا شاه میهن دیگه از دهان ملت نمیفته. تموم شد، ممر و لولو برد. آقای مهندس بریم تو آخری، دستت درد نکنه. بچه زنگم بزنید تا اسامی رو بعد از این فرمایشات آخری بیایم و اعلام بکنیم شماره 4. دست درد نکنه آقای مهندس. Perhaps some of this make you wary. I know. It should. Some conversations like this in decades past have led your political leadership down the wrong road. In Afghanistan, when 70% of the country's post-Taliban tribal parliament wanted to restore the constitutional monarchy of Zahir Shah because his people saw him, even in his old age, as a symbol and source of national unity, the American administration denied this national claim and this sovereign right. By forcing an inauthentic Western construct on a society with its own traditions, norms, and means of governance, the result was corruption, chaos, and collapse of the state. It was a devastating mistake, the consequence of which we continue to see today. This did not achieve security for America, nor was it successful in defending your values. Today, terrorist attacks are once again launched from Kandahar, and women are once again enslaved in Kabul.
Because although America's aims may have been well-intentioned, the failure to listen to Afghans led it down a road to hell, paved with those very same good intentions. Only a few years later, in Iraq, Washington's political elite's arrogance and ignorance subjugated Iraqi national interest and sovereignty to small-minded sectarian interests that not only failed to unite the country, but further divided it. Citizens of Iraq were forced to see themselves not as Iraqis first and foremost, but as members of their religious sect, their ethnic group, or their clan, before seeking themselves as co-equal citizens of their nations. And let us not forget that all of this was brought about with military force. Let me make myself clear. That mistake should not be repeated in Iran, and I will not stand for those radical few who might advocate it, Iranians or Americans. But there is another path to this partnership between these two great nations, Iran and America. A path that rejects appeasement of the radical Islamists who have taken Iran hostage and are taking their war to you, right here on American soil. A path that rejects war and the imposition of inorganic Western construct on a proud and ancient nation. This new path, this third way, requires maximum pressure on the Islamic Republic and maximum support for the Iranian people. Iranians are not seeking a handout. They do not want you to change their regime for them. They are fighting on the streets of and cities of Iran for their right to life, liberty, the pursuit of happiness, and to reclaim their most treasured inheritance, their nation. What they want is for you to stop emboldening their captors and killers by sending them billions of dollars, and as opposed to bring about peace through strength, bringing about chaos through weakness and appeasement. My friends, you have a fight on your hands. But your fight is not with the nation of Iran. Your fight is with the radical ideology of the Islamic Republic and its defenders right here in Washington. But you are not alone in that fight, because it is the same fight Iranians are fighting every day on the streets of my country. In the fight between the Islamic Republic and Iran, my compatriots have chosen to step forward, to accept the call of history, and fight to reclaim their nation. So have I, and I hope you will join us. For as Burke said, when bad men combine, the good must associate, else they will fall one by one. Being with you just a few days after we celebrated America's Independence Day is quite fortuitous, because some 250 years ago, as he authored the Declaration of Independence, Thomas Jefferson did so inspired by the values of the Iranian king, Cyrus. Iranians have never forgotten this connection. And today, as they fight not to create, but to liberate their nation, they are inspired by your struggle for freedom and love of country. Our two great nations share this special bond. Great civilizations, true nations, never remained subjugated. And we Iranians will reclaim our country. As this eventuality becomes a reality, be with us in this fight, not as our patrons, but as our partners, not as our founders, but as our friends. For our battle is won. Thank you.
سپاس از شما جناب مهندس یاشه گرامی. فرمایشات اعلیحضرت رو که حدود 22 دقیقه بود شنیدید با زیرنویس فارسی و قسمت آخر رو من براتون خدمتون عرض میکنم که شاه بیت کل این فرمایشات بود که آقا اعلیحضرت ظاهر شاه روان شاد به عنوان سمبل صلح و امنیت اتحاد بین تمام اقوام افغان، با اینکه در سن بالای بود کهولت سن همسرش رو یه روز قبل از اینکه بانو همیرا که قبل از اینکه پرواز کنن بیان حالا کشتنش، شک و تردیدی نکنی، دقیقا یه روز قبل مثلا باید ایشون چیز بشه. وقتی ایشون وارد افغانستان شدن خب مردم میخواستن مملکت کشورشون بشه چیز، کشور که چه از کنم، سرزمین تیکه شده از ما، پاره دل ما، پاره تن ما، انگلیس ها از ما دوزنش بخاطر بیلیاقتی قجرها و حالا کمونیست ها مصدقی ها آمدن دیزشا آرارات داد شا وحرین داد، یعنی عقده از خاندان پهلوی رو به هر طریقی هست این عقرب هست که میگه نیششو بالاخره میزنه، نیششون رو میخوام بزنم. جوانم نمیدونه چه خبره، اصلا جریان آرارا چی بوده، اصلا بهرین چی بوده، یعنی حالا کار نداره. خدمت شما عرض شود که بعد ایشون وقتی وارد شد همه خوشحال شدن، گفتن خب ثبات و امنیت بعد از چند دهه برمیگرد تو افغانستان. آقا بردنش سر یه کوهی از اون بالا تو کابل، کاخ خود ایشون بوده، نشست از اون بالا نگاه کرد افغانستانی که زحمت کشید ساختش، چی شد، مملکت به کجا رسوندن، قصه خورد، دق کرد. و امریکایی‌ها مردم بالای 70% افغانی‌های بدبخت میگن آقا ما میخوایم این آقا بشه شاه ما، امریکا میگه ما نمیذاری تو رو زننه. که آوردم جواد نلبند رو بهتون نشون دادم دیگه، خودش گفت دیگه، گفت ما و امریکایی‌ها در بن آلمان، در شهر بن در آلمان که لوئی جورگه بود، گفت ما تنها کسانی بودیم که ایستادیم که افغانستان نشه پادشاهی. آقا من نمیفهمم این آمریکا، چه حزب دموکرات آمریکا، ما چه هیزم تری به این بی پدر و مادر رو فروختیم، من نمیدونم ما چه هیزم تری به جریان حزب دموکرات آمریکا فروختیم. بعد توی آمریکا یارو میگه من ایرانی ام، بعد میره برای حزب دموکرات آمریکا تبلیغ میکنه. خیلی حرفها، در تویلر هم گذاشتم واف گله گله امت همیشه در صحنه سیرک و تئاتر رو ریختن تو آمریکا، پاس آمریکایی بهشون دادن، همشون هم به حزب دموکرات رای میدن. خب یه رای هم یه رای دیگه، دعوا سر یه رای و دو رای دیگه. بعد اعلیحضرت میفرماین که خب اگه میخواید به این شکل باشه، یعنی شما سناریوی عراق و افغانستان و عرض کنم سوریه و شما این سناریو رو برای ما در نظر گرفتین دیگه، که کشور ما رو به این روز بیاندازین و در رسانه های خودتون هم دارید تبلیغ میکنید، حالا اینا رو من دارم میگم، در رسانه های خودتون هم دارید تبلیغ میکنید که ملت ایران خواهان حمله، یعنی مفهوم کلام اینه، مثل که من میفهمم که مردم نشستن دیگه مستعصل شدن، میگن تو رو خدا اسرائیل جون مادرت بیا حمله کن، امریکا تو رو خدا بیا به ما حمله کن. نه همچین خبری نیست، ملت خودش داره حقش رو تو خیابونا میگیره، ملت ایران خودش داره کشته میده، این ملت بالاخره مملکتشو پس میگیره، این ملت کشورشو پس میگیره. بارها از این اتفاقات برای ما افتاده، بارها در سلطنت ایران، در تاریخ ایران وقفه افتاده، از این سلطنت، از این پادشاه به اون پادشاه 20 سال 15 سال وقفه افتاده، الان وقفهش طولانی تر شده، همین، یعنی وقفه افتاده در پادشاهی ایران، وقفه افتاده، همین. جمهوری اسلامی کدوم جمهوری اسلامی، زور چپونش مهم میکنید تو ایران، اسلام میشه رپوبلیک ایران، کوی حرفا کدومه، از این پادشاهی تا اون پادشاهی، یهو تیمور اومد ایرانو گرفت واسه خودش، سلسله درست کرد، سلسله تیموریان، مگه مغولا نیومدن سلسله ایلخانیان برای ما درست کردن؟ آه؟ مگه اسکندر گجستک مگه نیومد به مرک الکلی، اومدن برای خودشون چیزا رو راه انداختن، جریان اون هلینیسمو در ایران راه انداختن، خب اصلا اومدن سلوکیان رو راه انداختن برای ایران، آثارش از مدارکش هست.
خود عربا با اینا نمیدن تازیان مگه به ما حمله نکردن؟ خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، خلیفه معتظمی، خلیفه ممتد، خلیفه فلان، خلیفه نمیدونم خرکیه فلانی، مگه درست نکردی؟ اینم یکی دیگه. شما بر علیه شاهنشاهی عمر کودتا کردی. این در این کودتا CIA، اینتلیجنس سرویس، موسا، این یارو کاگبه، همتون سهم داشتید. هر کدوم تا سهم خودتون رو بردید. بله. و این تبلیغات گستردم راه انداختی؟ نه، اصلا این حرفا نیست. راه حل منطقی همینه که اعلیحضرت پادشاه کشور ما میفرمایند، نماینده ملت ایران، چون ما شاهمون رو تعیین کردیم دیگه. ما در بین خودمون میگیم یک نفر باید بشه شاه، یک تن بشه شاه. ما این آقا رو شاه خودمون انتخاب کردیم که به ایشون میگیم شاه شاهان، میگیم شاهنشاه. ولی ما همون خودمون شاهیم، ایشون شاه شاهان، شاهنشاه، نماینده ما هستن، نماینده ما فرمودن. تنها راه منطقی حمایت از ملت ایرانه. نمیکنید؟ نکن، ادامه بدید. پس از سقوط فرقه تبهکاران ما در خونه شماها نمیایم، چون شما چیزی برای عرضه کردن ندارید دیگه. چلاغ هم که دیگه نیستیم، خودمون دیگه بلدیم چهار تا جارو برقی و ماشین لباسشویی درست کنی، بلدیم خودمون. اینقدر تکنسیان دیگه راهش رو رضا شاهنشاه و رضا شاه به ما یاد دادن. این شمایی که با احتیاج دارین. ببینید میان پرستان، این عرازل اوباشی که به شماها فحاشی میکنن تو دنیاهای مجازی، اینا که به شما میگن پرچم نیارین، اتحاد به هم میخوره، چیز باشیم، فراجناهی، اینا به شماها محتاجن. شما به اینا محتاج نیستین. برای همین اینا دنبال ماتحت شما میدونن. وگرنه اگه ما فناوتیک و چاقوکش و بدیم، خب چرا؟ خب آقا ما آدمای بدی هستیم. مگه نمیگید آقا یک عمر دارن به یک پهلوانی به اسم شعبان جعفری، پهلوان بود، رستم زمان بود، دارن بهش میگن شعبان بیمخ. همین حرفو دارن به ما میذارن. من افتخار میکنم، با افتخار میگم من شاگرد شعبان خان جعفری بودم، پهلوان ایران بوده. شما در طول این سالها یک دونه حرف راجع به شعبان جعفری شنیدید؟ یه زن، یه دختر، یه نفر بیاد بگه آقای منو برد دستمالیم کرد، فلان کرد، این با پسرها ور میرفت، شنیدید اینو؟ شنیدید یک قرون پول یه نفر خورده باشه؟ اون مرد شریف، اون پهلوان شریفی که به همه کمک کرد، چقدر دخترها رو جزیه براشون درست کرد، برای چه بچه هایی که تحصیل میکردن پول تحصیلشون رو میداد، از کجا میآورد؟ از اونجایی که باید میآورد میآورد. دور و برش هیچ وقت چهار تا لاشخور مثل طیب حاج رضایی نبود، همیشه آدم های ورزشکار پشتش بودن، یه پک سیگار نمیکشید، یک قطره الکل تو زندگیش نخور، چون شاه پرست بود. هرچی شاه پرسته، مصدقی های ایران برباده و سایر اراذل اوباش بهش انگ میزنن، تهمت میزنن. بعد به داریوش فروهر میگن مبارز. چه کاره بود؟ چماق رو میگرفت، سر چماق میخ میزد، تو کوچه بلن طرفدارای شاه رو میزد. من نمیگم، خود بیناموسش گفت، گفت من طرفدارای شاه رو میزدم، تو گوه خوردی به گوره بدرد خندیدی که حسابت آشخار. راه حل منطقی همونی که اعلیحضرت فرمودن، حمایت از ملت ایران، تموم شد. رفت این لشکر پیاده تو خیابوناست، چرا حمایت نمیکنی؟ نه، شما برنامه‌تون اشغال ایرانه. شما میخواید مثل شهریور 20 ایران اشغال کنید، منتها این دفعه یه پیشوری ندارین، 400 تا پیشوری و قاضی محمد دارین. داستان اینه. اما شک و تردیدی نکنید که این مسلمانان رادیکالی که شما در ایران به قدرت رسوندین، شک و تردیدی نکنید، جنگ داخلی رو از خاورمیانه به داخل اروپا و امریکا میکشن. که کشیدن تو لندن، تو هامبورگ، تو برلین واستاده به عنوان ماه نامبارک رمضان، سینه میزنه، قمه میزنه، زنجیر میزنه، نماز میخونه تا دندتون نه، تا چشمتون کور تو پاریس هم به همیشه دندتون نه، حقتونه. یعنی به عبارتی خود اروپایی ها که فهمیدن چه اسلام چه وحشتی هست، چه چیز خطرناکیه، حالا مثل خر تو گل واموندین، چون دیگه نمیتونید هیچ غلطی بکنید، مجبورید به مسلمونا واج بدید. چه جوری واج میدید؟ زیر میزی این 2 میلیون، این 5 میلیون، این 10 میلیون، این 20 میلیون باج دارید میدید. آخوندا دارن از شما که اربابشون هستید باج میدید. آخوندا به شما مسلط شدن، برای همینه که جرئت نمیکنید بهشون دست بزنید. دست بزنید پرونده هاتون رو میکنن، میگن آی ملت ما رو نکشید تا ما به شما بگیم چرا اومدیم سر کار. شاهتون خوب بود، مگه نمیدید هر از چنگای میان خودشون میگن زمان شاه والا من یه موتور میخریدم 500 تومن عشقم میکردم،
دارن خطو میدن، یعنی ملت ما رو اینا به قدرت رسوندن. حالا اگه جرئت دارید بهشون دست بزنید تا اسناد و مدارک علی شیری بیاد رو کنه بگه آقا ملت داره من جاسوسم من نوکرم، اینا منو به قدرت رسوندن، اینا گفتن ما شما رو بکشیم، تو رو خدا ما رو ببخشید. دیگه جرئت نمیکنید بهشون دست بزنید، چون شما میدونید ولایتی نوکر شماست، چون شما خودتون خودکار دادید به جواد ظریف گفتید امضا کن مایه تیله میاد، برای همینه براش ویلا میخرید توی کالیفرنیا، برای همینه که مایه تیله میفرسین تو حسابش تو کانادا. شما میدونید بچه های رفسنجانی جنایتکار رو دزدن، شما میدونید باند علی شیره و باند طویله جماران دزد و همشون آدم کشن، همشون جنایتکارن، از نوه و نتیجه، از نوه نطفه نه ماهش تا بقیهشون همشون جنایتکار آدم کشن. شما دقیقا میدونید فاحشه رفسنجانی چه مایه تیله های خرج کرده تو لندن، شما میدونید که بی بی سی لندن رو کی نگرداشت، شما میدونید اینتر آشغال رو کی علم کرد، شما میدونید صدای آمریکا رو کی داره مایه تیله میرسونه، شما میدونید تو لجنجلس پولا داره چجوری رد و بدل میشه، شما دقیقا میدونید این 77 تو لجنجلس کیه، شما میدونید پولشویی تو دنیا ملکیه. شب همین الان خانم آقایون، منی که دو آلمانم پاس آلمانی دارم، اگر همین الان هر کی 5000 دلار بفرسته تو حساب من، از بانک برای من نامه میاد احمدی بیا اینجا این 5000 دلار چی اومده، کاری ندارم، فقط سوال میکنم، مثلا میگم عمم فرستاده، آها خیلی اینجا امضا کن عمت برد. شما تا 5000 دلار دارید ما رو کنترل میکنید، بعد خودتون میگین تا سقف 30000 دلار اگه بیاد اشکال نداره، بشه 31000 دلار، بعد توضیح بدین از کجا اومده، مالیاتش رو باید بدین. چطور پس میلیون میلیون پول وارد امریکا میشه، چطور میلیون میلیون پوند وارد لجن وارد این یارو لندن میشه؟ جنایت کردید، دستتون تو جنایت با جمهوری اشغالگر اسلامی، آدم کشید، همه ماهارم شماها گذاشتین تو قفس، شماها این دعواهای مصنوعی رو انداختین، شما دنیای مجازی رو انداختین، شما پاسدارای جمهوری اسلامی رو به جون ما انداختین، با یه من ریش بیان به زن و بچه مردم، صبح تا شب این بره اون بیاد این بره اون بیاد به بچهای مردم فحاشی بکنن، شما این تروریست‌ها رو انداختین به جون ملت ایران، شما زالو رو برمیداری میارین خارج از کشور، شما به هادی لجن میگید بیاد این مزخرفات رو بگه، شما میکروفون میدین دست اون بیناموسی که به خودش میگه خواننده، اون مطرب دوزاری رو میفرسین بالای منبر که بره اون زراره بزنه، شما به یارو میگین خلیج فارس رو نخون، شما الاغ ماهی رو از ایران میارید بیرون، شما این بلاها رو سر ملت من آوردین، شما چاقو به دست قیصر دادین، شماها کردین، همش کار شما چشما بیاد، خر خودتونید. علازت میفرمایند ملت ایران در خیابان، این جمله رو بچه گوش کنید حواستون بدید به من، علازت میفرمایند ملت ایران در خیابان ها برای زندگی و آزادی میجنگند، کشیده رو خوردید زن زندگی آزادی رو کو بزنش، زندگی و آزادی تکلیف رو علازت روشن کردن، به همه فرموندن من شاهم، به همه فهموندن که آره ارتجاع سرخ و سیاه یعنی مرد بر سفاسد ملا چپی مجاهد درسته، حالا بی شرفا بیاین بشین حالا زر بزنین. علا حضرت رسما ایستادن پشت میهن پرستان، این شاه بیت تمام عرایز بنده بود، علا حضرت ایستادن پشت میهن پرستان، بچه های میهن پرست این یک خسته نباشید از سوی پادشاه ما بود، حالا از امشب بعد از این برنامه توطئه های مسروق چیا و بشیر بشه و عرازل و اوباشو بر علیه من و بر علیه ما خواهید دید، اما ما ایستادیم. چرا؟ چون ما میهن پرستان گفتیم، چون ما میهن پرستان گفتیم تا آخرین قطره خون ایستادیم تا پادشاهمونو بیاریم، من تا شاه رگم ایستادم که شاهمو ببرم ایران، شاه من خدای من، خدا شاه میهن شعار من است، رضا پهلوی پادشاه من است، تکه تکم بکنید ایستادم پشتش، محکم ایستادم پشتش، از در بزنه از دیوار میام تو، از دیوار بزنه از پشتبون میام، از پشتبون بزنه از زیر زمین میام، انقدر میام سماجت میکنم میایستم تا شامو ببرم ایران، من میبرمش ایران، من به شرفم به ناموسم به پدرم به خدای ایران قول شرف دادم، برای همین از تمام زندگیم گذاشتم، تمام لذایز زندگیمو انداختم کنار، فوتبال، دختربازی، خانومبازی، عرق خوری، دیسکو برو، من از همه چی گذاشتم، از 22 سالگی خودمو تو همه چی بازنشست کردم، اما خودمو سالم نگه داشتم، کمربندمو شل نکردم برای این فاحشه های مقیم خارج،
یاد بگیر مرد ایرانی. ملت ایران و پیام فرمایشات آخر فرمایشات علی‌حضرت، ملت ایران به اروپا و به امریکا پیام میده که به جمهوری اسلامی باج ندهید. این ملت به سیاستمدارانی که در واشنگتن هستن اعلام کرده که از جمهوری اسلامی حمایت نکنید. اعلیحضرت از سوی ملتش در فرمایشاتشون به شماها اینو فرمودن. از جمهوری اسلامی واشنگتن دی سی، دست تو از پشت جمهوری اسلامی بردار، حزب دموکرات امریکا، چپ اروپا، ما میفهمیم که شما دارید از جمهوری اسلامی حمایت میکنید، دستتون از حمایت از جمهوری اسلامی بردارید. ما هممون با هم باید بر علیه تروریسم اسلامی، بر علیه ارتجاع سرخ و سیاه متحد بشیم تا بتوانیم جهان رو از این بلمشو، از این آشوب نجات بدیم. ما باید جهان رو از دست پوتین ها، از دست حزب الله، از دست خرسلی عباس، یعنی کی یار مال حزب الله، حسن نصرالله، چه این مرد که بی شرف، ما باید جهان رو از دست اینا نجات بدیم. دولت شریف اسرائیل، جمهوری خواهان امریکا، میهن پرستان اروپا، دست بذارید در دست میهن پرستان ایرانی تا بار دیگر جهان رو برسونیم به دهه های 70 و 80 که بشریت مجددا نفس بکشه، اصلا کره زمین نفس بکشه. خفقون مرگ گرفتیم از دست کمونیستا و مسلمونا. فریاد بزنید، بیاین سرتون تو پنجره رو بیارین بیرون، فریاد بزنید زنده باد آزادی ملت ایران، فریاد بزنید تو پنجرهاتون، برید بالای پشت بوم فریاد بزنید زنده باد مشروطیت، زنده باد پهلوی، زنده باد آزادی، نترسید مرگ یه بار، شیون یه بار، بس دیگه، تموم کنید این قائله رو، این رخت سیاه کثیف شیعه رو تنتون در بیارید. این چیه تو خیابونا کشیدنتون تو خیابونا؟ پارتی حسین پارتی براتون راه انداختن، اون بیناموز چه گوهی بوده که تو به خاطرش بری سینه بزنی؟ نترسید از این قالب، بیاین بیرون. ما همگی در این نبرد با هم هستیم، با همه اون پیروز میشیم. اعلیحضرت، سیروس، رضا شاه دوم، پهلوی سوم، شاهنشاه ایران زمین، از سوی همه میهن پرستان ضمن سپاس از فرمایشات شما، همچنان حمایت بیچون و چرا، حمایت بیچون و چرای میهن پرستان همچنان پشت سر شماست. اعلیحضرت، تا خون تو رگمونه، تا زنده هستیم ایستادیم تا پهلوی برگرده. ما برت میگردونیم اعلیحضرت به ایران، ما به خدایگان قول دادیم، ما در قاهره بر آرامگاه اون خدا سوگند یاد کردیم، پسرتو برمیگردونی. ما خاندان پهلوی، خانواده پر افتخار، این خاندان اصیل پر افتخار ایرانی رو به ایران برمیگردونی. ما رو ببخشید اعلیحضرت، اولیا حضرت ما رو ببخشید. ما واقعا شرمنده، من نمیدونم از سوی همه میهن پرستان واقعا نمیدونم چی بگم. ما رو ببخشید، پوزش ما رو بپذیرید، عذر میخوایم. اولیا حضرت پاهاتونو میبوسیم، دستتونو میبوسیم، ما رو ببخشید. اعلیحضرت ما رو ببخشید، ما رو مورد عفو قرار بدید. پدران ما نفهمیدن. آقا مهندس، بریم تو شماره 7، شماره 6، اعلیحضرت خدایگان آریامهر بزرگ، ما رو ببخش اعلیحضرت. As they're being from the United States to keep this oil rise down. Oh, and off. What would they like to see, or what would they find acceptable? Nothing. They would have to expect us not to rise the price of oil when they themselves increase the price of steel. Would you think anything under 15% was a defeat? For us? Yes. Well, defeat, anything under 40%. Because this is the depreciation of our purchasing power. So I'm not thinking in order of machines. It's a kind of coexistence between us and you, who have the goods to deliver, and we have the money. But you have the edge in some cases, and we have the edge in some other cases. And we need not to raise the price too high because of the damage it will do to a world that appears not to be getting out of recession. Well, this is one consideration that we have for the world. When the opposite does not exist, because they are imposing on us
tremendous. Price of oil, that noble petroleum the Shah likes to talk about, that is at the root of the world's economic chaos. A clue? Because according to the same statistics, the price of oil has been responsible in the United States for 0.5% of your inflation, and in the countries of Europe for 2%. Japan, hardly a little more. That's all. And the huge sums of money piling up with the oil producers. Well, it's new to you. It's new. How could these strange people living, it's not our case, but living on sand have such money? It's maybe a little shock at the beginning, but you're going to get used to it. Kennedy, you see, is there no element, not of revenge, but at least some element of satisfaction of seeing the giants of the West in some disarray? Well, no, because their disarray is, I think, needs a restructure of their society. The brown-eyed peoples are teaching the blue-eyed peoples something, is that? Well, we are not teaching something. The blue-eyed people have to wake up. Wake up to? From their complacency for this torpor in which they put themselves by taking maybe too many sleeping pills. Because the rest that they have is only oil, and oil will be finished in 20 years. But the troubles will remain with us. Now this is completely nonsense that we try to establish an empire. To do what? It's true that when we started to defend our interests, the price of commodities also rocketed up by several hundred percent. But this cannot continue. If you increase, we increase, if we increase, we increase, we have got to find some solution for this. But if you just say now the price of oil must come down because you have decided so, this is not. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. اسامی عزیزانی که لطف و محبت کردن رو بگیم و از خدمت و مرخص بشیم تا دوشنبه. فریما از نروژ 20 دلار. سپاس از شما. همه بچه ها گفتن پاینده ایران جاوید شاه. به یاد استاد رضا فاضلی 100 دلار. سپاس از شما. ساناز 50 دلار. سپاس از ساناز عزیز. بانو منیر آقا خسروی گل از تورنتو 100 دلار. سپاس از شما. سارا و کوروش نوه دو بزرگوار 40 دلار. سپاس از شما. با هزاران جاویدشاه پاینده ایران. آزاد از دانمارک 50 دلار و فرمودن که خیلی خوشحالیم از اینکه بانو پرستو اصلانی مجددا برگشتن و با آرزوی سلامتی برای ایشون. سپاس از آزاد از دانمارک. زیر دریای شانشه دلفین 50 دلار با هزاران جاویدشاه. سپاس از شما. اسد آلمان 25 دلار. سپاس از شما. گیتی بانو گیتی 20 دلار. درود به شانشه آریامر. سپاس از گیتی عزیز. ناشناسم با هزاران جاویدشاه 100 دلار با یک جهان. سپاس از همه شما خانم آقایون جناب مهندس سیاوش گرامی و بازم سپاس از اعلیحضرت سیروس زاشاد اون پهلوی سوم. تا دوشنبه که در خدمتتون خواهیم بود یه سری مطالب دیگه هست در این خصوص که با شما در میون خواهیم گذاشت و گفتگو خواهیم کرد. مغرور باشی به خودتون میان پرستان که شاهمان کاری کرد کارستان. سپاس از شاهنشاه ایران. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی. مرگ بر سه فاسد ملا چپی مجاهد. تنها ره رهایی بازگشت پادشاهی. خدای من شاه من، شاه من خدای من. پاینده ایران جاوید شاه.